این دخترتون چند ساله است؟ 7 ساله. 7 ساله است؟ چند مفروشی؟ غیر از درگاه خدا دیگه کس مانه ده تا شد من طفلک خدا بفروشم بخاطر نفقه خرچ خانه خواهد. کلید های مغازه شما باشن تسلیم میکنیم و مشکل ما رو رفع کردن دیز مستار و سر خود دار ما به سرپنا بودیم ما رو به سرپنا ساختین بر ما جهان تشکر سودا کرد ما دیدیم با شما خود در کمپانی سودا کرد سر شمولی سودا کرد آخرین راه حل فقر چیست؟ اولاد فروشی دیگه چی باشه خود؟ هیچ کم سودا خود سودا نمیکنه پس شما مخالفی هستین که اولاد خود بفروشه؟ نه دیگه ده ای چی کی سودا میکنه اولاد خود؟ اولاد پاره تن است ولی پیسه باشه یا چندین روز با او پیسه ما سیر کنیم ولی فروختن اولاد دردناکتر از ای است که ما شکم خود سیر کنیم ولی از اولاد خود خبر نداشته باشیم که در کجا هست چه قسم روز و شب خود سپری میکنه به نام خداوند قادر و توانا سلام دوستای عزیز هموطنای عزیز به افغان لایف باز هم خوش آمدید امروز ما شهر آمدیم و میخواهیم واکنش و نظر مردم را در رابطه به این که چند وقت پیش یک از هموطنا اولاد خود و هم دختر را به فروش گذاشته بود میخواهیم نظرشان و همچنان این که آیا راه حل فروختن اولاد هست در این مورد نظر هموطنا را داشته باشیم عزیزان ما را تا آخرین دقایق بیننده باشید سلام بیادر خوب هستین؟ شکر زنده باشی که خوب هستیم سلام زنده باشی نامتان معرفی کنین یک بار مکران سید چی گفتین نامتان؟ متی الله جان یک 3 روز پیش یک از هموطنا اولاد خود به فروش گذاشته بودن میخواستم نظر شما را که آیا راه حل است باز دست فقر آخرین راه حل همی بوده میتونه که اولاد خود به فروش یک کسی؟ این شرایط افغانستان نمیره قمع است مردم بیچاره شده، غریب شده، چیزی ندارن دیگه از اون دستنگی و پریشانی زیاد مجبور شدن که اولاد خود به فروش برسانن خب رای حل به نظرتان فروش اولاد است؟ نه رای حل فروش به اولاد نیسته باید کار کنن، زحمت بکشن، کوشش زیاد خود کنن یک ذره توجه کنن به کسب کار غریبی خود اما قسمی که خودتان گفتین باید کار کنن زحمت بکشن یعنی اولاد خود به فروش نگذارن دیگر راه حلی بوده نمیتونه تشکر بسیار زیاد قربانتان سلام خوب هستین شکر فضل خدا صد خوبت بخیر هستی تشکر زنده باشه نامتان یک بار معرفی کوتاه کنین حامد جان مصروف چی هستی مصروف صافی مفروشم صافی مفروشین خب به نظر شما آخرین راه حل فقر چیست این همین تبایی زگه دیگه چیز خونه زگه باید کوشش کنی کار کنی نه ای که اولاد خود به فروش برسانی نی؟ امکان داره دیگه 100% مرچ کار کو زحمت بکش که اولاد نفروشی دیگه تو خونه میشه خب چند وقت پیش یک از هموطنای ما البته یک خانم دختر خود به فروش گذاشته بود بارا سودا کرد ما دیدیم با شما خود در کمپانی سودا کرد سر شمولی سودا کرد ما دیدیم با شما خود در کمپانی سودا کرد سر شمولی سودا کرد خب رای حل می بوده میتونه بله باید اولاد خود بفروشه اولاد خود بفروشه دیگه بیچاره ناچاری دیگه مجبور است که اولاد خود سودا کنه دیگه چه کنه اگه قرار باشن جان بتن باید کلشان از بازای خانواده یک جا جان بتن چرا باید اولاد خود بفروشه و هم باید دختر خود یعنی ناچاری بیچارگی است که مجبوری سودا میکنن تو اگر تو مجبور نباشی والا اگه دیجه بگردی خب راه حل خو فروختن نیست راه حل آخه چی کن چاره چی است باید یک جای کار کنن زحمت بکشن اگر قرار باشن که یک جای بمیرن هم باید تمام با اعضای خانواده یک جا بمیرن ما خودم 13 نفر شکر فضل خدا بیادر نان خور دارم من صافی سودا میم قای چی چاره کنیم دیگه خب ما انسان هستیم باید تا آخرین حد تلاش کوشش کنیم زحمت بکشیم از کف دست ما نان بخوریم نه که پای بر بزنیم یا یک جای بشینیم و به یک اصطلاح است که میگه خدا میته روزی رسان است خب خداوند میته درست است ولی باید خود ما تلاش کنیم کوشش کنیم زحمت بکشیم امکان داره 100% مجبور هستیم دیگه چطور کنیم چاره نداریم تو غلامش که اولاد خود سودا کنیم خب پروردگار میرسونه یا کم یا زیاد هیچ خب کس اولاد خود سودا نمیکنه پس شما مخالفی هستین که اولاد خود بفروشه نه دیگه ده ای چی کی سودا میکنه اولاد خود اولاد پاره تن است بله ها 100% تشکر زنده باشین قربان تن تشکر از شما سلامت باشین سلام خوب هستین شهر خوب است بخیر هستی تشکر زنده باشین چطور خوب خوش خلق هستین حالا قراری سن پلاستیک جمع میکنم کیلو 5% میکنم خب نامتان یک بار معرفی کوتاه کنین اختر محمد است
اختر محمد جان. خب اختر محمد جان، در آینده ازدواج کنین، صاحب اولاد شوین، دیگه روزگارتان هم تغییر نکنه یا خراب باشه، در آخرین مرحله فقر برسین، و نظرتان اولادتان خود فروختین؟ نه نفروختم خال، ابشره. این کار بسیار بد است دانی که اولاد خود کسی به فروش بگذاره. اختر جان، در می اواخر مردم هموطنهای ما زیاد اولادهای خود به فروش میگذارن، دلیل یکی که اولادهای خود یا دخترهای خود میفروشن به نظرتان چی است؟ پیسه نداره. از فقر و بیچارگی؟ آه، ماشم خود خود میپرشه چرا 1000-5000 صدا میکنه. خب رای حلش خود فروختن اولاد نیست، پاره تن شیرین ترین پاره وجود آدم، به نظرتان رای حل چیه؟ چی میتونه باشه؟ چی بگم امشیره؟ باید کار کنن، زحمت بکشن، و اگه قرار باشه که بمیرن باید یک جا ببینن با اعضای خانواده و فامیل خود. آه، پس نباید اولاد خود، دختر خود، خصوصا دختر بفروشن نی؟ آه. سلام پدر جان، خوب هستین؟ شکر بخیر هستین. یک سوال داشتم، آخرین رای حل فقر چی است؟ اولاد فروشی دیگه چی باشه خوار؟ آخرین رای حل فقر چی است؟ اولاد فروشی دیگه چی باشه خوار؟ خب به نظرتان اولاد فروشی راه حل فقر است؟ نیه چی هست دیگه، مجبور شدیم دیگه بفروشیم دیگه. خب درست است که مجبور میشی، ولی از اولاد فروختن دردناکتر از دیگه گشنه ماندن نیست؟ هست دیگه، اولاد مجبور شدی چطور که نوش اولاد شکی میفروشه. خب شما راضی میشن که اولادتان بفروشین؟ نیه اولاد خود کسی فروخته میتونه؟ نمیتونه. خب پس چرا میگن که آخر اولاد فروشی رای فقر است که باید چطور کنیم دیگه؟ او مجبورم که نماز میمونه خورم. خب هموطنهای عزیز، نظریات هموطنهای ما رو شنیدین که چی واکنش داشتن، چی نظر داشتن در مورد ای که اولاد خود و چند وقت پیش هموطن ما به فروش گذاشته بودن. ولی به نظر شخصی خودم پیسه چرک دنیا هست، یک روز می باشه، روز بعد نیست. ممکن امروز ما اولاد خود بفروشیم، چند روز ممکن سیر کنیم شکم خدا، ولی باز هم با مو فقر و بیچارگی روبرو می شویم. پس راه حل فروختن اولاد نیست. خب افغانستان کشوری است که تقریبا چندین ده همیشه که جنگ است، فقر و بیچارگی بیداد می کنه، و این دلایل باعث شده که مردم به گرده فروشی، به فروختن پاره های وجود خود که اولاد گفته میشه رو بیاورن، و بدبختانه ما در این وضعیت به سر میبریم. ولی راه حل فروختن اولاد نیست. به نظر شخصی ما اگر قرار باشه که اولاد خود کسی بفروشه، پیسه باشه یا چندین روز با او پیسه ما سیر کنیم، ولی فروختن اولاد دردناکتر از ای است که ما شکم خود سیر کنیم ولی از اولاد خود خبر نداشته باشیم که در کجا هست، چه قسم روز و شب خود سپری میکنه. خب عزیزای بیننده، به پایان گزارش امروزی ما رسیدیم. امیدوار هستم گزارش ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. به خاطر حمایت ما چینل ما را لایک کنید، سابسکرایب کنید، و همچنان با دوستان و عزیزانتان شریک بسازین. تا گزارش دیگر و برنامه بعدی که ما خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. هر کجا هستین خوب و خوش و خوشبختی برتان آرزو میکنم.